نشست علمی روزانه ای آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه 29 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با جواز شرعی وام هایی که توسط برخی از صندوق های قرض الحسنه یا بعضی از بانک ها در ازای قرار دادن چند ماه سپرده در آنجا اعطا می شوند فرمودند این مسئله محل اختلاف است و به نظر من اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود چرا که در اینجا تهدید مورد قرض و محدود کردن آن به افراد خاصی است و به مانند آن است که مثلا فردی بگوید هر کسی که به مجلس من بیاید من به او قرض می دهم در اینجا این فرد محدوده قرض دادن را فقط شامل کسانی کرده است که به مجلس او می و به هر کسی پول قرض نمی دهد معظم الله بر اساس روایات متعددی که از پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام نقل شده که هر قرضی که موجب نفع شود رباست فرمودند گاه انسان مثلا میگوید من به کسی قرض میدهم که منزل من را نظافت کند در اینجا چون نفعی برای انسان به همراه دارد ربا محسوب میشود اما اگر مورد قرض را محدود کرد برخی از فقها ها گفتند که این هم ربا محسوب میشود اما به نظر من این ربا نیست ایشان در ادامه تأکید فرمودند اگر کسی میگوید من به افرادی قرض میدهم که پول خود را نزد من سه ماه یا شش ماه یا یک سال بگذارند این محدود کردن مورد قرض است و به معنای منفعت بردن از قرض محسوب نمی شود همانند شخصی که میگوید من فقط به سادات قرض میدهم یا به افراد عالم یا به طلاب و دانشجویان یا به کسی که نماز شب میخواند قرض میدهم لذا محدود کردن قرض ربا محسوب نمی شود. اما اگر از قرض دادن سود ببرد ربا محسوب می شود. با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم همین بحث اینه که این نفع اسمشه اون نفع میبره یقین اما یا محدود کردنه مثلا میگه به کسایی که مجلس من میان خب مجلس شلوغ میشه آها اون کار میکنه اشکال نداره خلاص محل خلاف عرض کردم به محل خلاف بله اگر محدود کردن مورد قرض باشه اشکال نداره ولو اون نفع میبره ولو اون نفع سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله عزما شیرازی به این شرح بود شرح آیه سه سوره نسا شروط صحت نماز جماعت چگونگی معتبر بودن اذان صبح حکم صحت عقد ازدواج در صورت وکالت یک نفر از زوجین احکام مربوط به صحت شهادت در طلاق و معنای عدالت در امامت جماعت و قضاوت و افتا از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله رزی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید